فارماکولوژی بالینی داروهای مقلد کولین، صفحه 148. موارد عمده مصرف داروهای مقلد کولین عبارتند از بیماری‌های چشم، گلوکوما، ازوتروپی تطابقی یعنی اکومودیشن آزوتروپی، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری، آتونی بعد از عمل (after surgery atonication), مثانه‌های نوروژنیک، پیوستگاه عصبی عضلانی مثل میاستنی گراویس، فلج عصبی عضلانی ناشی از کوراره پارالایز بشه و بسیار به ندرت قلب. انواع خاصی از آریتمی های دهلیزی، مهار کننده های کولینستراز گاهی در درمان مصرف بیش از حد آتروپین به کار می روند. چندین داروی جدید مهار کننده کولینستراز در درمان آلزایمر کاربرد دارد. این تیکه ایه که باید تمام بیماری ها هم تازه حفظ باشیم. همه شو یادو گفت یادمه. آفرین که نه اینجا تو این کتاب نیست. اینا تازه منبع پاتوفیز داره که تو لکچر نوت من هست، تو دفتر من گفته شده ولی اینجا گفته نشده. پس کجا گلوکوما کجا گفت؟ یعنی اینا دارم بهت میگم که بفهمی کتاب فارماکولوژی کاتزونگ خیلی کمتر از چپترایی که ما باید در امتحان توضیح بدیم. این خلاصه اونه. استفاده های بالینی چشم. گلوکوم یک بیماری است. گلوکوما چیه؟ یک بیماری است که در آن فشار داخل چشم افزایش می‌یابد. محرک های موسکاریدی و مهار کننده های کولینستراز با انقباض سیلیاری بادی، تسهیل خروج آکئوس هیوموروس و احتمالاً کاهش ترشح آن فشار داخل چشم را کاهش می دهند. در گذشته گلوکوم را به وسیله آگونیست های مستقیم مثل پیلوکارپین، متاکولین، کارباکول یا مهار کننده های کولینستراز مثل فیزوستیگمین، دمکاریوم، اکوتیوفاد و ایزوفلوروفات درمان می کردن. در گلوکوم مزمن این داروها به میزان زیادی توسط بتا بلاکرهای موضعی و مشتقات پروستاگلاندین جایگزین شدند. در گلوکوم مزمن این داروها به میزان زیادی این اتیکه را باید حفظ کنید. چه دارویی واسه این بیماری؟ از یه دور دیگه میخوانیم. در گذشته گلوکوم را به وسیله آگونیست های مستقیم پیلوکارپین، متاکولین، کارباکول یا اینهیبیتورهای کولینستراز مثل فیزوستیگمین، دمکاریوم، اکوتیوفاد و ایزوفلوروفات درمان میکردن. بعد گلوکوم حاد زاویه بسته، اوکی، کلوز انگل اکیوت گلوکوما یک اورژانس پزشکی است که معمولا در ابتدا با دارو درمان می شود. کلوز انگل اکیوت گلوکوما اما برای تصحیح دائمی نیاز به جراحی دارد. درمان اولیه اغلب شامل ترکیبی از یک آگونیست موسکارینی مستقیم و یک مهار کننده کولینستراز، برای مثال پیلوکارپین به علاوه فیزوستیگمین است. پیلوکارپین یعنی مستقیم یا غیر مستقیم؟ دقیقا. وقتی فشار داخل چشم کنترل شده و خطر از دست دادن بینایی کاهش یافت، بیمار می تواند برای جراحی اصلاحی یا ایریدکتومی آماده شود. ببخشم ایریدکتومی نه آیرکتومی نه بعد می گفت ره نمیدونم چه آیدکتومی دیگه، یعنی چشم رو بیارن بیرون بعد عوضش کن جایگزین کن. اینا گلوکوم با زاویه باز و بعضی از گلوکوم های ثانویه سکندری گلوکوم و اوپن انگل گلوکوما بیماری های مزمنی هستن، کرونیکی هستن که به وسیله جراحی قابل اصلاح نیستن. هرچند روش های جدید تر با استفاده از لیزر ممکن است مؤثر باشن. سایر درمان هایی که برای گلوکوم به کار می روان در داخل کادر فصل 10 توضیح داده شدن تو درمان گلوکوم. فصل 10 ما الان تازه فصل 7 در اطفال کم سن و سال آزوتروپی تداوقی گفته اکومودیتیو ازوتروپیا بگو اکومودیتیو ازوتروپیا یعنی لوچی ناشی از خطای تطابقی در دوربینی را گاهی با آگونیست های مقلد کولین تشخیص داده و درمان می کند. یعنی برای چیه؟ برای تشخیص با آگونیست های مقلد کولین تشخیص داده و درمان می کند. مقدار مصرف آنها مشابه یا بالاتر از مقدار مورد استفاده در گلوکوم است. اوکی، برای اکومودیتیو ازوتروپیا. این برای چشم بود.
اما دستگاه های گوارش و ادراری، داروهای مقلد کولین با اثرات موسکارینی مستقیم یا غیر مستقیم در بیماری هایی که بدون وجود انسداد باعث کاهش فعالیت عضلات صاف می شوند به کار می روند. هم مستقیم ها هم غیر مستقیم ها در بیماری هایی که بدون وجود انسداد باعث کاهش فعالیت عضلات صاف می شوند به کار می روند. یعنی این بیماری که توش انسداد نیست ولی کاهش فعالیت عضلات صاف دیواره معده و روده و اینا هست، می تونیم با کولینومیمتیکا خوب کنیم. این اختلالات عبارتند از ایلئوس بعد از عمل. حالا ایلئوس بعد از عمل یعنی چی؟ یعنی آتونی یا فلج معده یا روده به دنبال دستکاری های جراحی. بگو آتونی یا فلج روده به دنبال دستکاری های جراحی و مگاکولون مادرزادی. مگا هم که یعنی گنده. پس این دوتا بیماری، ایلئوس افتر سرجری و یا مگاکولون مادرزادی. احتباس ادراری ممکن است بعد از عمل یا بعد از زایمان یا و یا ثانویه به زایعات و بیماری های تناب نخایی مثل مثانه نوروژنیک اتفاق بیفتن. اونایی که احتباس ادراری دارن، حالا به خاطر بعد عمل یا به خاطر زایمان یا به خاطر زایعات و بیماری های تناب نخایی مثل مثانه نوروژنیک، دیگه ادرارش مرتبط شاش بند میشن. اوکی؟ همچنین گاهی از مقلدهای کولین برای افزایش تونیسیته اسفنکتر تحتانی مری در بیماران مبتلا به ازوفاژیت رفلکسی. میدونی ازوفاژیت رفلکسی چیه؟ همونه که ترش میکنن هی یا اونه که ترش میکنن همینطور ترش میکنن، اسید معدهشون میاد بالا، درسته؟ آره. کم کم هم این اسفنکتر پایین مری، یعنی همون کاردیا چی میشه؟ به خاطر که اسید معده میاد بالا، آره، همونجوری بخواد که اسید معده میاد بالا چه اتفاقی براش میفته؟ سرطان تحتانی مری میگیرن. اوکی؟ میگه توی این بیمارا چیکار میکنن؟ از مقلدهای کولین برای افزایش تونیسیته اسفنکتر تحتانی مری کاردیا استفاده میکنن. از میان مقلدهای کولین اینجا همش چیز غیر مستقیم منظورشه دیگه. حالا میتونه مستقیم باشه تا غیر مستقیم، وقتی نگفته یعنی همش میتونه باشه دیگه. از میان استرهای کولین بتانکول بیشترین استفاده را در این اختلالات داره. حال داره میگه بتانکول بهترین چیزه. بتانکول چیه؟ مستقیم. برای مشکلات گوارشی معمولا 10 تا 25 میلی گرم از آن 3 تا 4 بار در روز به صورت خوراکی تجویز می شود. 10 تا 25 میلی گرم 3 تا 4 بار در روز به صورت خوراکی. در بیماران دچار احتباس ادراری نکن. در بیماران دو چشمت کورشه، دارم حفظ میکنم، دارم هرس میخورم الان. در بیماران دچار احتباس ادراری میتوان بتانکول را به صورت زیر جلدی تزریق کرد و بعد 30 دقیقه تکرار کرد. از بین مهار کننده های کولینستراز نئوستیگمین بیشترین استفاده را دارد. پس از میان استرهای کولین بتانکول، از میان مهار کننده های کولینستراز و دستگاه گوارش نئوستیگمین بیشتر استفاده دارد. در ایلئوس فلجی یا آتونی مثانه می توان نئوستیگمین را به صورت سابکوتینئوس نیم یا تا 1 میلی گرم مصرف کرد. اگر بیماران قادر به دریافت خوراکی داروها هستند می توان نئوستیگمین را به صورت خوراکی به میزان 15 میلی گرم تجویز کرد. قبل از استفاده از داروهای مقلد کولین در تمامی این حالات بالینی باید مطمئن شد که انسداد مکانیکی در مسیر خروجی وجود نداشته باشد. در غیر این صورت ممکن است دارو مشکلات را تشدید کرده و حتی به علت افزایش فشار سبب پارگی شود. یعنی چی مکانیکی منظورش؟ یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو معده گیر نکرده باشه، یه چیزی سر معده نمونده باشه. این اصطلاح عامیانش. پیلوکارپین، بگو پیلوکارپین جزء کیا بود؟ مستقیما مدت ها جهت افزایش ترشح بزاق به کار می رفته است. این اتکر می بینه علامت سیدم، این اتکر اینشو گفته. سویمیلین، بگو سویمیلین. سویمیلین یکی از مشتقات کینو کلیدین است. مشتقات کیه؟ کینو کلیدین. سویمیلین یکی از مشتقات کینو کلیدین استیلکولین، یک آگونیست موسکارینی جدید با تأثیر مستقیم است. تأثیر مستقیم که برای درمان خشکی دهان در سندروم شوگرن و خشکی دهان به دنبال آسیب پرتوتابی یا رادیوتراپی به غدد بزاقی به کار می رود. در سندروم شوگرن برای درمان کی؟ خشکی
دهم و همچنین خشکی دهم به خاطر پرتوتا. شوگرن سندرم. این اثر روی دستگاه گوارش رو ادرار احتباس میشه، دستگاه گوارش حرکتش کم میشه. اگر انسداد نباشه میتونیم از میان استرها از بتانکول و از میان مهار کننده کلین استرها از نوستیگمین استفاده کنیم، یا بیایم از سویمیلین برای افزایش ترشح بزاق در درمان خشکی دهان استفاده کنیم. این سه تا داروی مهم برای چشم کیا رو گفت، اینا همه دارو رو اسم برد. میبینی اینا گفت، اینا گفت اکوتیوفال، ایزوفلورات، بعدم گفتش که بهتره که برای اونایی که کامبینیشن گلوکوم هاد زاویه بسته از پیلوکارپوف ازوستیگمین، گلوکوم زاویه بالا گلوکوم هم گفت بره جراحی کنه، اصلا درمانی نیست. برای اکومودیتیو ازوتراپی هم گفت میتونیم آگونیستای مقلدکولین ازشون استفاده کنیم برای تشخیص و درمان. حالا میریم توی نوروماسکولار جانکشن ها، پیوستگاه عصبی ازولانی، میاست نگراویس، نوعی بیماری اوتو ایمینی خود ایمنیست که پیوستگاه عصبی عضلانی در عضلات اسکلتی را درگیر می کند. در این بیماری آنتیبادی هایی بر ضد ناحیه ایمنیزای اصلی در زیر واحد های آلفا وان کمپلکس کانال گیرنده نیکوتینی ساخته می شود. ما گفتیم نیکوتینیک رسپتور ها پنتامر هست، حالا آلفا وانشو روی آلفا وان علیه آلفا وان بدن آنتیبادی می سازه، اون وقت میشه میاستنی گراویس. این جمله رو گفته سر کلاس ممیدید چو؟ که چیه اصلا میاستنی گراویس چیه؟ آنتیبادی ها در 85% از بیماران مبتلا به میاستنی گراویس وجود دارند. این آنتیبادی ها از راه های زیر سبب کاهش عمل کرده گیرنده نیکوتینی می شوند. 1. اتصال متقاطع گیرنده ها که سبب تحریک ورود گیرنده ها به داخل سلول و تخریب آنها می شود. اصلا گیرنده چی میشه؟ خود سلول گیرنده ها می کشه تحریک و بعد سبب تحریک ورود گیرنده به داخل سلول میشه و بعدم اصلا تخریبش میکنه. قبوله؟ میشه اتصال متقاطع گیرنده ها. 2. لیز و تخریب قشای پس سیناپسی، اصلا قشای پست سیناپتیکو لیز میکنه. و 3. اتصال به گیرنده نیکوتینی و مهار عملکرد آن، یا به گیرنده نیکوتینی بان میشه مهارش میکنه، یا سبب تحریک ورود گیرنده به داخل سلول میشه وقتی انگیب به داخل سلول تخریب میشه، یا اصلا قشای ممبرین پست سیناپتیکو لایزیز میکنه. یافته های شابه عبارتند از افتادگی پلک، دوبینی، مشکل در تکلم و بلع و ضعف اندام ها. یعنی اینا که میاستنی گراویس دارن پلکشون افتاده است، دوتایی میبینن، اوکی، مشکل در صحبت کردن و بلعیدن، اسولوین دارن و ضعف اندام ها. در شکل شدید بیماری تمام عضلات از جمله آنهایی که برای تنفس لازم هستن درگیر میشن و خاطر همین میمیرن. پس اگه شکل شدید بیماری باشه چی؟ تمام عضلات از جمله اونایی که برای تنفسن درگیر میشن. این بیماری به فلج عصبی عضلانی ناشی از دی توبوکورارین و همچنین اثر داروهای مسدد عصبی عضلانی غیر دپولاریزاسیون شباهت دارد. بیماران دچار میاستنی نسبت به عمل داروهای شبه کوراره و دیگر داروهای مداخله کننده در انتقال عصبی عضلانی مثل آنتیبیوتیک های آمینوگلیکوزیدی بسیار حساسند. پس چی شد؟ بیماران دچار به میاستنی نسبت به داروهای شبه کوراره و آنتیبیوتیک های آمینوگلیکوزیدی، یعنی کلن داروهای مداخله کننده در انتقال عصبی عضلانی حساسند. نباید این داروها تداخل داره. اگه تو نسخه ای بود که دیدیم دارو طرف میاستنی گراویس داره و داروی شبه کوراره یا چی آنتی بیوتیکای آمینوگلیکوزیدی داره دریافت میکنه، بعد بفهمیم اینا چی ان اینکامپتیبل. مهار کننده های کولین استراز در درمان میاستنی بسیار ارزشمندند، اما آگونیست های گیرنده استاتیل کولین با نحو عمل مستقیم این گونه نیستند. بیماران مبتلا به میاستنی چشمی را، میاستنی از نوع چشمی یعنی افتادگی پلکی مثلا، میتوان با مهار کننده های کولین استراز به تنهایی درمان کرد. بیمارانی که ضعف عضلانی گسترده تری دارند با داروهای سرکوب کننده ایمنی درمان میشوند. حالا داروهای سرکوب کننده ایمنی کیان؟ استروئیدها، سیکلوسپورین ها و آزاتیوپرین ها.
آزاتیو پرینها در بعضی از بیماران غده تیموس را خارج می کنند. مبتلایان به بیماران به بیماری بسیار شدید ممکن است از تجویز ایمونوگلوبولین ها و پلاسما فرز سود ببرند. ایمونوگلوبولین کنم بده برش که برای چی میگه باید تجویز بشه؟ نمیدونم چراشا من رب ندارم، من فعلا حفظ میکنم اونایی که بیمارشون بسیار شدیده تجویز ایمونوگلوبولین و یا پلاسما فرز. گاهی از ادروفونیوم، ادروفونیوم چه بود؟ الکل ساده به عنوان آزمون تشخیصی در میاستنی استفاده می شود. بعد از اندازه گیری و تعیین قدرت عضلانی پایه مقدار 2 میلی گرم از آن به صورت داخل وریدی تزریق می شود. اگر بعد از 45 ثانیه واکنشی ایجاد نشود می توان 8 میلی گرم دیگر تزریق کرد. اگر بیمار میاستنی گراویس داشته باشد معمولا در قدرت عضلانی وی بهبود مشاهده خواهد شد که برای مدت 5 دقیقه طول می کشد. از ادروفونیوم برای ارزیابی کفایت درمان با مهار کننده های کولین استراز طولانی اثر در بیماران با تشخیص قطعی میاستنی گراویز نیز استفاده می شود. اگر مقدار مصرف مهار کننده کولین استراز زیاد باشد ممکن است به علت بلاک دپولاریزاسیون نیکوتینی در صفحه انتهایی حرکتی بیمار به طور معکوس ضعیف‌تر شود. نبلش کن. این بیماران ممکن است علائم افزایش تحرک گیرنهای موسکارینی از قبیل کرامپ های شکمی، اسهال، افزایش بزاق، افزایش ترشحات برونش، مایوزیس، برادیکاردی را بروز دهند. اگر ضعف بیمار ناشی از مصرف زیاد داروهای مهار کننده کولین استراز باشد، تزریق مقادیر کم ادروفونیوم نه تنها بهبود ایجاد نمی کند بلکه ضعف را هم تشدید می کند. یعنی اگه که مهار کننده کولین استراز طولانی اثر شده باشه خوب نیست، درسته؟ میگه اگر ضعف بیمار به خاطر مصرف زیاد دارو باشه، چه داروی مهار کننده کولین استراز تزریق مقادیر کم نه تنها بهبود ایجاد نمیکنه بلکه ضعف رو هم تشدید میکند. از طرف دیگر اگر بیمار با ادروفونیوم بهبود یابد ممکن است لازم شود مقدار مصرف مهار کننده کولین استراز افزایش یابد. در بعضی موقعیت های بالینی نیاز به افتراق میاستنی شدید یعنی بحران میاستنی از دارو درمانی بیش از حد یا بحران کولینرژیک وجود دارد. یعنی اگه بخوایم بین چی بحران میاستنی و بحران کولینرژیک بفهمیم در کدوم حالت هستیم، ادروفونیوم میدیم. اگه بهبود ایجاد نکنه میگیم تو مصرفت زیاده. اگه بهبود ایجاد بشه یعنی مصرفش کم بوده. این موقعیت ها معمولا در بیماران بسیار بد حال دچار میاستنی پیش می آید و این بیماران باید در بیمارستانی که دارای سیستم های حمایتی و آرژانس کافی برای مثال ونتیلاتور مکانیکی باشند بستری شوند. ونتیلاتور یعنی همون دستگاه تنفسی بس بشه بهشون. در درمان طولانی مدت میاستنی گراویز معمولاً با پیریدوستیگمین انجام می شود. درمان طولانی مدت کی میاستنی گراویز؟ کوتاه مدتش گفت با چیز انجام میشه. آنها همش کوتاه مدت. الان برای تشخیص گفت. ادروفونیوم برای تشخیص بود؟ آزمون تشخیص یا برای ارزیابی کفایت درمان بین کی؟ بین این دو حالت. بحران کولینرژیک و بحران میاستنی. الان برای درمانش؟ درمان طولانی مدت پیریدوستیگمین. نئوستیگمین یا آمبنونیوم داروهای دیگری هستند که به این منظور به کار می روند. بر اساس تغییراتی که در قدرت عضلانی بیمار ایجاد می شود مقدار مناسب مصرف را تنظیم می کنند. این ترکیبات نسبتاً کوتاه اثر هستند و بنابراین باید چند بار در روز مصرف شوند. نئوستیگمین هر 4 ساعت و پیریدوستیگمین آمبنونیوم هر 6 ساعت. داروهای آهسته رهش نیز در دسترس هستند. آهسته رهش یعنی چی؟ یعنی اسلو ریلیز تبلت. اما اگر لازم بود باید فقط در شب مورد استفاده قرار گیرند. از مهار کننده های کولین استراز طولانی اثر از قبیل ارگانوفسفات ها استفاده نمی کنند چون مقدار مصرف مورد نیاز در این بیماری آنقدر سریع تغییر می کند که اجازه کنترل مناسب علائم را در مورد داروهای طویل الاثر نمی دهد. اگر در این داروها اثرات موسکارینی غالب باشد می توان آنها را با تجویز داروهای آنتی موسکارینی مثل آتروپین کنترل کرد. غالبا نسبت به اثرات موسکارینی مهار کننده های کولین استراز تحمل یا تولرانس حاصل می شود و بنابراین لزومی به درمان با آتروپین نخواهد بود. خود بدن تولرانس انجام می دهد. هنگام بیهوشی دادن برای جراحی غالبا با استفاده از شل کننده های عصبی عضلانی غیر دپولاریزاسیون از قبیل پانکرونیوم
و داروهای جدیدتر یک بلاک عصبی عضلانی هم ایجاد می‌کنند. پس از اتمام جراحی معمولاً مطلوب آن است که این فلج فارماکولوژیک سریعاً برطرف شود. این عمل را می‌توان به سادگی با دادن مهارکننده‌های کولینستراز انجام داد که در این مورد داروی انتخابی نئوستیگمین و ادروفونیوم است. پس اگر هنگام بیهوشی میخواییم بعد جراحی میخواییم شل کننده عصبی عضلانی استفاده کنیم، باید پانکورونیوم بدیم یا داروهای جدید ترش، اوکی؟ که یک بلوک عصبی عضلانی ایجاد کنیم. حالا بعدش دیگه نمیخواییم بلوک بشه، فهمیدی؟ بعد جراحی میخواییم سریع برگرده به حالت اول، وقت نئوستیگمین و ادروفونیوم میدیم به منظور تأثیر سریع آنها رو داخل وریدی یا داخل عضلانی مصرف میکنم. گرفتید شو؟ حالا فارماکولوژی بالینی برای قلب. در گذشته از ادروفونیوم که یک مهارکننده کولینستراز کوتاه اثر است، اغلب برای درمان تاکی آریتمی فوق بطنی به خصوص تاکیکاردی فوق بطنی حمله ای استفاده می شد. در این مورد داروهای جدیدتر مثل مهارکننده های کانال کلسیوم مثل چی وراپامیل و دیلتیازم و آدنوزین جایگاه ادروفونیوم شدند. وراپامین، دیلتیازن، آدنوزین جایگاه ادروفونیوم شدن. قبوله؟ برای تاکیکاردی فوق بطنی یا تاکی آریتمی فوق بطنی. مسمومیت ناشی از داروهای آنتی موسکارینی. مسمومیت با آتروپین در بچه ها کشنده بوده و در بالغین نیز ممکن است اختلالات رفتاری شدید و طولانی و آریتمی ایجاد کند. مصرف مقادیر بیش از حد ضد افسردگی های سه حلقه ای که اغلب به منظور خودکشی اتفاق می افتد می تواند باعث مهار شدید گیرنده های موسکارینی شود. از آنجایی که گیرنده های موسکارینی با تمام این مواد به صورت رقابتی کامپتیتیو مهار می شوند، با افزایش مقدار استیلکولین آندروژن در مهار پیوستگاه عصبی عمل کننده می توان بر این آثار غلبه کرد. از لحاظ تئوری می توان از یک مهار کننده کولینستراز برای بازگرداندن این اثرات استفاده کرد. در این موارد فیزوستیگمین کاربرد دارد، چرا که وارد دستگاه عصبی مرکزی شده و علائم مرکزی را نیز مثل علائم محیطی موسکارینی برگشت می دهد. چرا فیزوستیگمین؟ چون می تونه وارد CNS بشه. البته همانطور که در ادامه توضیح داده می شود، فیزوستیگمی خود می تواند اثرات دستگاه عصبی مرکزی خطرناکی تولید کند و بنابراین چنین درمانی فقط در درمان بیماران دچار افزایش خطرناک درجه حرارت بدن یا تاکیکاردی فوق بطنی خیلی سریع استفاده می شود، چون خود فیزوستیگمی ساید افکت زیادی داره. اما فارماکولوژی بالینی برای سیستم اعصاب مرکزی. تاکرین، بگو تاکرین دارویی با فعالیت آنتی کولینستراز و فعالیت‌های مقلد کولین دیگر است که جهت درمان بیماری خفیف تا متوسط آلزایمر به کار رفته است. تاکرین برای درمان آلزایمر. شواهد تأثیرگذاری تاکرین در حد متوسط هستند و سمیت کبدی آن قابل توجه است. دونپزیل، گالانتامین و ریواستیگمین مهارکننده های جدیدتر و انتخابی تر استیلکولین استراز هستند که ظاهراً دارای همان فواید متوسط بالینی تاکرین در درمان اختلالات عملکرد درکی در آلزایمر یا بیماری فراموشی می باشند. بگو دونزپیل، گالانتامین، ریواستیگمین و تاکرین. دونپزیل را به علت نیمه عمر طولانی می توان به صورت یک بار در روز تجویز کرد و فاقد اثر سمیت کبدی تاکرین است. البته هیچ آزمون مقایسه‌ای در مورد این داروهای جدیدتر و تاکرین گزارش نشده است. این داروها در فصل 60 مورد بحث قرار خواهند گرفت. سمیت. توان سمی محرک های گیرنده های کولینرژیک بسته به جذب، دستیابی دارو به دستگاه CNS و متابولیسم آنها بسیار متفاوت است. محرک های موسکارینی با نحوه عمل مستقیم، اونایی که مستقیم بودن، چون که داروهای از قبیل پیلوکارپین و استرهای کولین با مقادیر زیاد مصرف شوند، علائم افزایش تحریک موسکارینی را ایجاد می کنند. این اثرات شامل تهوع، استفراغ، اسهال، فوریت ادرار، ترشح بزاق، عرق ریزش، اتساع عروق پستی، انقباض برونش می باشد. این اثرات به صورت رقابتی توسط آتروپین و ترکیبات مشابه آن مسدود می شوند. برخی قارچ ها به خصوص آنهایی که از جنس اینوسیب هستند حاوی آلکالوئیدهای موسکارینی می باشند.
خوردن این قارچ ها ظرف 15 تا 30 دقیقه سبب ایجاد علائم تیپیک افزایش تحریک موسکارینی می شود. این اثرات بسیار ناراحت کننده اند ولی به ندرت منجر به مرگ می شود. برای درمان باید از آتروپین به صورت تزریقی و به مقدار 1 تا 2 میلی گرم استفاده کرد. آمانیتا موسکاریا که اولین منشأ موسکارین بوده از حاوی غلظت های بسیار کمی از این آلکالوئید می باشد. محرک های نیکوتینی با نحوه عمل غیر مستقیم. نه، محرک های نیکوتینی با نحوه عمل مستقیم. تنها علت شایع اینو مسمومیت خود نیکوتین است. مسمومیت با وارنیکیلین در جای دیگری از این فصل تشریح شده است. مسمومیت حاد با این آلکالوئید به خوبی شناخته شده، اما این حالت نسبت به اثرات مزمن ناشی از مصرف سیگار اهمیت بسیار کمتری دارد. یعنی سیگار خیلی خیلی بدتر است، علاوه خصوص وقتی که انسان داره درس میخونه و دوستش داره اینجا میکشه. علاوه بر محصولات تنباکو، از نیکوتین در تعدادی از حشره کش ها استفاده میشود. علاوه بر مسائل تنباکو، از خود نیکوتین هم به صورت خالص استفاده میکنن. یک، مسمومیت حاد. مقدار کشنده نیکوتین تقریبا 40 میلی گرم یا یک قطره از مایع خالص آن میباشد که برابر با مقدار نیکوتین موجود در دو سیگار معمولی است. پس مقدار نخ انسانو، مقدار کشنده نیکوتین تقریبا 40 میلی گرم یا یک قطره از مایع خالص نیکوتین می باشد که برابر با مقدار نیکوتین موجود در دو سیگار معمولی است. خوشبختانه بیشتر نیکوتین موجود در سیگار از طریق سوختن و یا از طریق جریان هوای همراه با دود سیگار به بدن وارد نمی شوند. خوردن حشره کش‌های حاوی نیکوتین یا توتون توسط بچه‌ها و شیرخواران معمولاً باعث استفراغ می‌شود که در اثر این استفراغ جذب این آلکالوئید کاهش می‌یابد. به زبان ساده می‌توان گفت که آثار ناشی از مسمومیت با مقادیر زیاد نیکوتین تشدید یافته آثاری است که قبلاً توضیح داده شد. خطرناکترین آنها عبارتند از آثار محرک مرکزی که باعث تشنج شده و به طرف کما و ایست تنفسی پیشرفت می‌کنند. دو، دپولاریزیشن صفحات انتهایی عضلات اسکلتی که می‌تواند به بلوک دپولاریزاسیون آنها و فلج تنفسی بیانجامد و سه، فشار خون بالا و آریتمی‌های قلبی. درمان مسمومیت حاد با نیکوتین. حالا چجوری می‌تونیم درمان کنیم مسمومیت حاد با نیکوتین؟ عمدتاً به صورت علامتی صورت می‌گیرد. اثرات موسکارینی ناشی از تحریک عقده‌های عصبی پاراسمپاتیک را می‌توان با آتروپین کنترل نمود. تحریکات مرکزی معمولاً با ضد تشنج‌های تزریقی از قبیل دیازپام درمان می‌شود. تحریکات مرکزی با کی درمان می‌کنند؟ دیازپام. بلوک عصبی عضلانی به درمان فارماکولوژیک پاسخ نداده و ممکن است نیاز به تنفس مکانیکی داشته باشد. خوشبختانه متابولیسم و دفع نیکوتین نسبتاً به سرعت صورت می‌گیرد. بیمارانی که تا 4 ساعت زنده بمانند معمولاً اگر هایپوکسی و ضایعات مغزی اتفاق نیفتاده باشد کاملاً بهبود می‌یابند. اما اینا همه مسمومیت حاد با نیکوتین بود. مسمومیت مزمن با نیکوتین. هزینه های بهداشتی ناشی از مصرف سیگار و هزینه های اجتماعی اقتصادی آن برای کل جامعه هنوز کامل شناخته نشده است. در گزارش جراحان در مورد ترویج بهداشت و پیشگیری از بیماری ها در سال 1979 خاطر نشان شد که مصرف سیگار بزرگترین عامل قابل پیشگیری در بیماری ها و مرگ زودرس در ایالات متحده می باشد. این اظهارات در مطالعات متعددی تایید شده. متاسفانه این واقعیت که مهمترین بیماری های همراه سیگار دیررس هستند انگیزه بهداشتی قطع سیگار را کاهش داده است. بدیهی است که قدرت اعتیاد آوری سیگارها ارتباط مستقیمی با محتوای نیکوتین آنها دارد. هنوز معلوم نیست که خود نیکوتین تا چه حد در ایجاد آثار ناشی از مصرف مزمن دخانیات نقش دارد. نیکوتین به احتمال زیاد در افزایش احتمال خطر بیماری‌های عروقی و مرگ‌های ناگهانی ناشی از اختلالات عروق کرونری که همراه با مصرف سیگار دیده می‌شوند دخالت دارد. همچنین احتمال دارد نیکوتین در افزایش میزان بروز عود زخم پپتیک، یعنی همون
زخم معده در سیگاری ها دخالت داشته باشد. یعنی کسی که زخم معده داره نباید سیگار بکشه، بدتر میشه. چندین روش برای کمک به ترک سیگار وجود دارد. یک روش جایگزینی نیکوتین به شکل آدامز، چسب پوستی یا ترانسدرمال پچ، اسپری بینی یا استنشاقی است. امکان سوء استفاده از این روش ها کم است و اگر بیمار انگیزه کافی برای ترک سیگار داشته باشد، همه آنها مؤثر خواهند بود. تاثیر این روش ها ناشی از جذب آهسته نیکوتین است که گیرنده های آلفا فور بتا 2 را در دستگاه عصبی مرکزی اشغال می کنند و میل به سیگار کشیدن و احساس لذت پس از کشیدن سیگار را کاهش می دهند. روش دیگر استفاده از وارنیکیلین است. این دارو به تازگی مجوز مصرف گرفته و برای ترک سیگار کاملا مؤثر است. چی؟ وارنیکیلین. این دارو صناعی و با اثر آگونیستی نسبی بر گیرنده های نیکوتینی آلفا فور بتا 2 است. همچنین دارای اثرات آنتاگونیستی است که به دلیل نیمه عمر طولانی این دارو پایدارند. این امر مانع از اثر تحریکی نیکوتین در گیرنده های پست سیناپتیک آلفا فور بتا 2 می شود که منجر به رهاسازی دوپامین می گردند. کارایی وارنیکیلین بیشتر از داروی ضد افسردگی بوپروپیون است. کارایی وارنیکیلین بیشتر از داروی ضد افسردگی بوپروپیون است. معهازا به دلیل ایجاد تهوع و بیخوابی و تأثیر آن در تشدید اختلالات روانپزشکی نظیر اضطراب و افسردگی کاربرد محدودی دارد. افکار خودکشی به دلیل مصرف این دارو در بعضی از بیماران گزارش شده است. مهار کننده های کولینستراز. این صفحه نمیدونم چرا، ولی این صفحه خودش یه تاپیک کامله. مهار کننده های کولینستراز، این صفحه آخره و من دارم میخوانمش. اثرات مسمومیت حاد ناشی از مهار کننده های کولینستراز مثل داروهای با نحوه عمل مستقیم، همان اثرات تشدید یافته فارماکولوژی که آنها میباشد. منشأ عمده این مسمومیت ها مربوط به استفاده از آفت کش ها در کشاورزی و مصارف خانگی است. وقتی یه دارویی آفتکش کشاورزی آلوده باشه به این مهار کننده کولینستراز و ما اون گیاهو بخوریم بدون اینکه بشوریمش، یا شاید اون گیاه جذب کرده اون سموم، اون وقت ما مسموم میشیم. در آفتکش‌ها و داروهای ضد کرم دامی که در آمریکا مورد استفاده قرار میگیرن، در حدود 100 ترکیب ارگانوفسفره و 20 ترکیب کارماماتی وجود دارند. مهار کننده های کولینستراز که در کشاورزی به کار می روند، چون که در مطالعه موردی ابتدای فصل آورده شده است، می توانند علائم ایجاد کنند که به آهستگی یا به سرعت بروز می کنند و چندین روز باقی می مانند. آن دسته از مهار کننده های کولینستراز که در جنگ های شیمیایی به کار می روند، مثل سومان، سارین یا وی ایکس، به دلیل بالا بودن غلظت آنها اثرات خود را به سرعت اعمال می کنند. مسمومیت حاد با این ترکیبات در بیمارانی که در معرض مقادیر زیاد آنها قرار گرفتند باید به سرعت تشخیص داده شوند و سریعا درمان گردند. علائم برجسته ابتدایی مربوط به افزایش فعالیت موسکارینی یعنی مایوزیس، ترشح بزاق، عرق ریزش، انقباض برونشی، استفراغ و اسهال می باشند و به دنبال آنها معمولا دستگاه عصبی مرکزی به سرعت درگیر می شود. اختلالات درکی، تشنج، اغما که همراه با اثرات نیکوتینی محیطی به خصوص بلاک دپولاریزاسیون عصبی عضلانی است. درمان همیشه عبارت است از حفظ علائم حیاتی به خصوص تنفس که ممکن است مختل شده باشد و پاک کردن بقایای ماده سمی برای جلوگیری از جذب بیشتر. برای این منظور باید در افرادی که در معرض اسپری یا غبار این مواد قرار گرفتن تمام لباسهایشان را از بدن خارج کرده و پوست آنها را شستشو داد و 3 تا زمانی که لازم باشد از آتروپین با مقادیر زیاد به صورت تزریقی برای کنترل نشانه های تحریک موسکارینی استفاده شود. درمان اغلب شامل استفاده از پرالیدوکسین به صورتی که در فصل 8 توضیح داده شده است و همچنین تجویز بنزودیازپین ها برای درمان تشنج است. اونایی که جانباز شیمیایی هستند چی استفاده میکنن؟ پرالیدوکسین. برای حفاظت از سربازان و افراد غیر نظامی که در معرض سلاح‌های شیمیایی قرار می‌گیرند، درمان‌های پیشگیرانه برای این دسته از مهارکننده‌های کولینستراز ساخته شده است. به این افراد سرنگ‌های حاوی یک کاربامات مثل پریدوستیگمین و آتروپین داده می‌شود.
تا به خودشان تزریق کنند. پیشگیری به وسیله پریدوستیگمین انجام می شود. پیشگیری که با اتصال به آنزیم از اتصال ارگان فسفات ها به آن جلوگیری می کند و لذا از مهار دراز مدت کولینستراز ممانعت می نماید. ولی این پیشگیری به دستگاه عصبی محیطی محدود است، چون پریدوستیگمین به راحتی وارد دستگاه عصبی مرکزی نمی شود. اثر مهاری پریدوستیگمین بر آنزیم ظرف چند ساعت از بین می رود و در این مدت ماده ارگان فسفوره از بدن دفع می شود. پیشگیری میکنن سربازا. تماس مزمن با انواع خاصی از ارگانوفسفات ها از جمله بعضی مهار کننده های کولینستراز ارگانوفسفاتی سبب نوروپاتی تأخیری همراه با میلین زدائی آکسون ها میشود. نمونه بارز این مواد تیری ارتوکریزیل فسفات است. تیری ارتوکریزیل فسفات است که یکی از مواد افزودنی به روغن های روان کننده میباشد. پس اینا چی کار میکنه؟ تماس مزمن با انواع خاصی از ارگانوفسفات ها از جمله بعضی مهار کننده های کولینستراز ارگانوفسفاتی سبب نوروپاتی تأخیری همراه با میلین زدایی از آکسون ها میشه، مثل تیری ارتوکریزیل فسفات که مواد افزودنی به روغن های روان کننده این میشه نوروپاتی تأخیری. این آثار ارتباطی به مهار آنزیم ارتباطی به مهار آنزیم کولینستراز ندارد، بلکه به مهار استراز با هدف نوروپاتی، یعنی نوروپاتی تارگت استراز مربوط می شود که علائم آن عبارتند از ضعف اندام های فوقانی و تحتانی و عدم تعادل در راه رفتن و 1-2 هفته پس از تماس ظاهر می شوند. شکل دیگری از مسمومیت عصبی موسوم به سندروم حد وسط یا اینترمدیت 1-4 روز پس از تماس با حشره‌کش های ارگانوفسفوره رخ می دهد. مشخصه این سندروم نیز ضعف عضلانی است. منشأ این سندروم معلوم نیست، ولی به نظر می رسد با مهار کولینستراز ارتباط داشته باشد. خلاصه داروهای مورد مصرف به کار رفته برای اثرات مقلد کولین. زیرگروه 1. استرهای کولین با اثر مستقیم. مثال مهمش بتانکول. مکانیسم اثر آگونیست موسکارینی. اثر ناچیز برگیرنده های اثر ناچیز برگیرنده های نیکوتینی. اثرات گیرنده های اموان تا امتری را در تمام بافت های محیطی فعال می کنند، موجب افزایش ترشح، انقباض عضله صاف به جز در عروق و تغییرات ضربان قلب می شود. کاربرد های بالینی ایلئوس و نوروژنیک و پس از جراحی و احتباس ادراری. خوراکی و تزریقی دارد، مدت 30 دقیقه به دستگاه عصبی مرکزی وارد نمی شود. سمیتش اثرات شدید مقلد پاراسمپاتیک به ویژه اسپاسم برونش در افراد مبتلا به آس. تداخل اثر همافزا با سایر مقلدهای پاراسمپاتیک. کارباکول آگونیست موسکارینی و نیکوتینی غیر انتخابی از سایر جهات مشابه بتانکول به صورت موضعی تنها برای گلوکوما به کار می رود. کی؟ کارباکول. آلکالوئید های موسکارینی با اثر مستقیم، یکی پیلوکارپین همانند بتانکول آگونیست نسبی است و بقیه تاش هم گفته مثل بتانکول. بله، کاربرد بالینیش پیلوکارپین گلوکوما سندروم شوگره. خوراکی و موضعی سمیت و تداخل مشابه بتانکول. سویمیلین سلکتیو برای امتیریه، مشابه با پیلوکارپی. آگونیست های نیکوتینی با اثر مستقیم، یکی خود نیکوتین آگونیست گیرنده های نیکوتینی نر و نیکوتینی ماسل. نورون های پس عقده‌ای اتونوم، سمپاتیک و پاراسمپاتیک و صفحات انتهایی عصبی عضلانی عضلات اسکلتی را فعال می کنند، به CNS وارد می شود و گیرنده های نیکوتینی نر را فعال می کنند. کاربرد طبی در ترک سیگار، استفاده غیر طبی در تهیه دخانیات و حشره کش ها. به شکل آدامس یا برچسب پوستی برای ترک سیگار. سمیت افزایش فعالیت دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ، اسهال، افزایش فشار خون، دوز بالاش باعث تشنج می شود، عوارض گوارشی قلبی عروقی در دراز مدت دارد. تداخل اثر هم افزا با محرک های CNS. وارنیکیلین آگونیست نسبتاً انتخابی گیرنده های نیکوتینی آلفا 4 بتا 2 برای ترک سیگار به کار می روند. مهار کننده کولینستراز کوتاه مدت مثل کی؟
ادروفونیا گروه اول بود، درسته؟ برای مدت کوتاه به جایگاه فعال استاتیلکولین استراز متصل می شود و از دسترسی به استاتیلکولین پیشگیری می کند. تمام اثرات استاتیلکولین را تقویت می کند، فعالیت پاراسمپاتیک و انتقال عصبی عضلانی سوماتیک را افزایش می دهد. کاربرد بالینی در تشخیص و درمان حاد میاسدنی گراویس. فارماکوکینتیک تزریقیه، آمین کواترناری داره، به سی ان اس وارد نمیشه. سمیتش تشدید فعالیت پاراسمپاتیک، تداخل اثر هم افزا با مقلدهای پاراسمپاتیک، مهار کننده های کولین استراز با اثر متوسط مثل نوستیگمین، پریدوستیگمین، فیزوستیگمین. در طب نوستیگمین پیوند کووالان با استاتیل کولین استراز تشکیل میدهد ولی پس از هیدرولیز آزاد میشود، همانند ادروفونیوم اما با مدت اثر طولانی تر. میاسدنی گراویز، ایدئوس نوروژنیک و پس از جراحی و احتباس ادراری. خوراکی و تزریقی داره، کواترناری آمین داره، به سی ان اس وارد نمیشه، مدت 2 تا 4 ساعت طول میکشه. سمیتش همانند ادروفونیوم. یه لحظه پیریدوستیگمین همانند نوستیگمین اما با مدت اثر طولانی تر 4 تا 6 ساعت در میاسدنی. فیزوستیگمین همانند نوستیگمین اما آمین نوع 3 و یک آلکالوئید طبیعی و به سی ان اس وارد میشه ولی اونا به سی ان اس وارد نمیشدن. و یکی دیگه هم هست از ما با اثر متوسط به نام گالانتامین که گفت برای درمان کی آلزایمر، که اینا معلم اون سر کلاس گفت. گفته مهار کننده کولین استراز طویل الاثر ارگانوفسفات ها بودن مثل اکوتیوفات، همانند نوستیگمین اما کنتر آزاد میشه و همه چیزش هم مثل منسوخ شده در گذشته به عنوان گلوکوم به کار میرفته. فارماکوکینتیک فقط موضعی سمیت، سردرد، اوتیت، تاریه دید. اوتیت چیه؟ همون گوش درده، یعنی گوش وزوز میکنه. مالاتیون حشر کش نسبتا بی خطر برای پستانداران و پرندگان زیرا توسط آنزیم های دیگری به فرآورده های غیر فعال تبدیل می شود. برخی کاربرد های بالینی برای انگل های پوستی. پاراتیون حشر کش خطرناک برای تمام حیوانات. سارین گاز اعصاب یا هم اسم دیگرش بود سومان به طور گسترده در جنگ ها و عملیات تروریستی به کار رفته است. این چپتر تموم شد. کریسمس افتضاح، نصف شب، امیدوارم که واقعا دیگه نمیدونم.